جان باختن سه کودک افغان در مرز میان افغانستان و پاکستان، آغاز روند خروج سربازان استرالیایی از افغانستان، تلاش ها برای آماده ساختن غزنی برای نامگذاری به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام، آغاز تمرینات نیروهای دریایی ایران در تنگه هرمز و بافت قالین های معیاری در کشور. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 8 ماه جدی سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. در نتیجه بسته شدن دروازه تورخم بروی افغانان، سه کودک افغان جان باختند. مقام های پلیس مرزی در شرق کشور می گویند که پلیس پاکستان بندر تورخم را از بامداد روز جمعه بروی رفت آمد بست. از سوی دیگر وزارت امور خارجه پاره کردن گذرنامه های شهروندان افغان را در آن سوی مرز از سوی افراد ناشناس به شدت نکوهش می کند و به سفارت افغانستان در پاکستان گفته است تا این موضوع را به گونه جدی با مقام های پاکستانی بررسی کند. شریف امیری گزارش می‌دهد. تورخم مرزی که روزانه گواهی رفت آمده صدها شهروند افغان به پاکستان است. در این بخش هر از گاهی از بدرفتاری پلیس پاکستان با شهروندان افغانستان گزارش می شوند. اما این بار گفته شده است که چگونگی برخورد پلیس پاکستان با شهروندان افغانستان چهره متفاوت‌تر از پیش را به خود گرفته است. این مرز که از بامداد روز جمعه سوی نظامیان پاکستانی برای مسافران بسته نگه داشته شده است، جان سه کودک افغان که برای مداوا به پاکستان می رفتند را نیز گرفته است. هوای سرد، ریزش باران و کمبود سرپناه به زندگی هزاران مسافر گیر مانده در دو سوی بندر مرزی تورخم نیز یک تهدید گفته شده است. از سوی دیگر بس ماندن این راه کار را برای بازرگانان به انتقال کالاهای بازرگانی در کشور نیز دشوار ساخته است، زیرا از این مسیر روزانه ده ها موتر بازرگانان افغان و پاکستانی رفت و آمد دارند. روند بیرون شدن سربازان استرالیایی از افغانستان آغاز شد. مقام های استرالیایی می گویند که به تازگی شمار سربازان این کشور افغانستان را ترک کردند و این روند ادامه خواهد داشت. استرالیا تصمیم دارد تا افزون بر خروج سربازانش از افغانستان تجهیزات نظامیش را نیز از کشور بیرون کند. صالح صادات گزارش می دهد. بیرون شدن سربازان استرالیایی از افغانستان و انتقال تجهیزات نظامی این کشور با استرالیا همراه با نگرانی ها. مایکل کرین فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا در عملیات‌های شرق میانه میگوید که نیروهای دریایی و هوایی استرالیا برای خروج از افغانستان آماده هستند و این برنامه برگشت ناپذیر است. در حالی که پیش از این مقام‌های استرالیایی برنامه خروج سربازان این کشور را از افغانستان پیش از سال 2014 میلادی نادرست گفته بودند، اکنون به نظر می‌رسد که استرالیا در بیرون سربازانش از افغانستان تصمیمش را تغییر داده است. نو ده هغه جنگ کماندان که دایس نور ضرورت و نه لري د استرالیا قوت. نو په دې خاطر باندې نو یو اتی قواوی چې د انسان په ضرورت کې نه دا کماندان د پاره په کار نه کماندان یې څه کوي هغه به طبعا اجازه ورته ورکوي. ما ته په خپله د استرالیا غوندې د ملکونو راتګ او تګ چندانې دغه وړ نه دی چې زه حتی باسم ورباندې ولرم. هغه ډېر په ټیټه دغه باندې زه ګورم ورته. بیرون شدن سربازان استرالیایی از افغانستان پیش از سال 2014 میلادی همراه با تجهیزات نظامی این کشور نگرانی های را نیز به همراه داشته است. درست ده چه من وزارت دفاع ساکر کفایت سره لري، وزارت داخلی کفایت سره لري، امنیت ملی کفایت سره لري، خو هغه کوم تجهیزات چې دوی ته ضرور دي هغه نشته دي. نو دا ډیره یوه لویه ضربه ده چې د افغانستان امنیتي قواو ته رسېږي، ځکه دغه تاسیسات چې دوی اوس د منځه وړي په دې باندې ډېر ډېر لوی انګفت مصرف کړی و. که دا یې د افغانستان امنیتي قواو ته سپارلې وای، د افغانستان امنیتي قواو استفاده ځینې کړې وای، نه هم افغانستان ته یوه ډېره لویه ګټه وه. نیروهای استرالیایی همراه با نیروهای امریکایی نخستین سربازان هستند که در نوامبر سال 2001 میلادی داخل افغانستان شدند و در برابر جنگجویان طالب و القاعده پس از رویداد 11 سپتامبر نبرد را آغاز کردند
که از آن زمان تا کنون 39 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شدند و 209 تن دیگرشان زخم برداشتند. استرالیا در حدود 1550 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر این سربازان در ولایت اروزگان جابجا هستند. غزنی تا سال 2013 میلادی برای نامگذاری به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام آماده خواهد شد. والی غزنی با ابراز این مطلب از بهبود امنیت در این ولایت خبر می‌دهد و از طالبان می‌خواهد تا برای آماده شدن غزنی برای برگزاری مراسم نامگذاری این ولایت به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام از جنگ دست بکشند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. در حالی که کمتر از یک هفته به آغاز سال 2013 میلادی مانده است، بگومگوهای درباره چگونگی نامگذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام بر سر زبان هاست و نگرانی ها از نامنی ها و روند کنده بازسازی در این ولایت برای برگزاری مراسم نامگذاری غزنی وجود دارند. اما والی غزنی در تازه ترین سخنانش با طلوع نیوز از بهبود امنیت در این ولایت سخن میزند و میگوید که تا هنگام مراسم نامگذاری غزنی با عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام اوضاع امنیتی بهبود خواهد یافت. انشاءالله که کدام چلنج ها در مقابل امنیت به ارتباط تجلیل از این روز خوش و از این روز مبارک موجود نیست و از طرف دیگه ما همیشه سر طالبا حتی صدا کردیم و سر تمام مردم که افتخار 2013 تنها به دولت ارتباط نمیگیره. این افتخار هر باشنده ای کشور ما با ما شریک است. جواب طالبا به این صدای شما چی بود؟ باید طالبا به این صدای ما لبیک بگوید. والی غزنی می افزاید بیشتر طالبانی که در این ولایت می جنگن خارجی هستند. کسانی که در اندر فعلا در مقابل دولت یا در مقابل خیزش می جنگن اکثرشان طالبای خارجی است. وجود طالبای خارجی خود به خود باعث شده که مردم به طرف خیزش و طرف حکومت بیه. با توجه به اینکه ولایت غزنی در 135 کیلومتری جنوب غرب کابل قرار دارد و یکی از شهرهای باستانی کشور به شمار می رود، اما در سالهای اخیر در بازسازی آن توجه چندانی صورت نگرفته است و بیشتر بناهای تاریخی آن بر اثر رویدادهای طبیعی و بی‌پروایی دولت فرو ریخته و از بین رفته است. غزنی در زمان امپراتوری غزنویان از مراکز عمده جهان اسلام به شمار می رفت و بر بنیاد شواهد تاریخی سلطان محمود غزنوی 34 سال از این شهر فتوحاتش را در هندوستان، آسیای میانه و فارس اداره و رهبری می کرد. این شهر در تاریخ گذشته خود مهد شاعران معروف چون سنایی غزنوی و دانشمندان مشهور چون ابو ریحان بیرونی و ستاره شناسان و ریاضیدانان معروف بوده است. رئیس جمهور کرزی خواهان بهبود در نظام معارف کشور است. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی رادیوییش از نهادهای آموزشی خصوصی می‌خواهد تا زمینه آموزش معیاری را به دانش آموزان و دانشجویان فراهم سازند. رئیس جمهور کرزی می‌گوید که نهادهای آموزشی خصوصی باید ارزش معنوی کارشان را برتری دهند و بر تعهداتی که با وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی کردند عمل کنند. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. در 10 سال اخیر در کنار مکتب‌ها و نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی، صدها مکتب و نهاد عالی و نیمه عالی خصوصی نیز در کشور فعالیت دارند که در این مکتب‌ها دانشجویان و دانش آموزان زیادی با پرداخت پول مصروف آموزش هستند. رئیس جمهور کرزی در تازه‌ترین سخنرانی رادیویی‌اش از تمامی نهادهای آموزشی خصوصی می‌خواهد تا زمینه آموزش معیاری را برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم نمایند. گماشتن آموزگاران فعی صنفای درسی معیاری با وسایل مناسب درسی و نصاب آموزشی معیاری از خواستای رئیس جمهور کرزی از این نهادهای آموزشی خصوصی هستند. وظیفه مؤسسات تعلیمات خصوصی است که شرایط تعلیم با معیار برابری را برای فرزندان وطن آماده نمایند. مانند معلم مسلکی، صنف و وسایل درسی مناسب و نصاب با معیار که از واجبات تعلیم و تربیه امروزی است. رئیس جمهور کرزی هرچند از سرمایه گذاری نهادهای آموزشی خصوصی که برای آموزش جوانان و نوجوانان سرمایه گذاری کردن قدردانی می کند، اما از این نهادها می خواهد تا ارزش های معنوی کارشان را بر جنبه های تجارتیان برتر بدانند. مؤسسین محترم تعلیمات خصوصی، از این که شما برای تعلیم و تربیه اولاد وطن سرمایه گذاری کردید از شما
قدردانی میکنیم. اما در کنار آن مردم از شما آرزو دارند و میطلبند که ارزش معنوی کار شما باید بر جنبه تجارتی آن بسیار بیشتر باشد. در حال حاضر در حدود بیشتر از 800 مکتب و نهاد تحصیلات نیمه عالی از سوی وزارت معارف ثبت شدند و در سراسر کشور فعالیت دارند که از این میان تنها در شهر کابل در حدود 250 نهاد آموزشی خصوصی فعالیت دارد. در حالی که دانش آموزان و دانشجویان از این نهادها در زمستان رخصت هستند، اما بر بنیاد گزارش ها بیشتر این نهادها فیس ماهوار از این دانش آموزان می گرفتند. اما اکنون وزارت معارف می گوید که هیچ مکتب خصوصی حق ندارد که در 3 ماه زمستان از دانش آموزان پول بگیرد. این وزارت می افزاید کسانی که از این مکتب ها و نهادهای نیمه‌عالی خصوصی شکایت دارند به کمیسیون حل منازعات وزارت معارف شکایت کنند. نبود سرپناه از مشکلات جدی در برابر برگشت مراجعان افغان به کشور است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با تاکید بر این مطلب از تلاش ها برای از میان برداشتن مشکلات در برابر برگشت مراجعان افغان سخن میزند. او میافزاید که این وزارت تصمیم دارد تا 48 محل را در بخشای گوناگون کشور که امکانات بنیادین چون آب بهداشتی، مکتب، سرک و مراکز بهداشتی در این محل ها وجود داشته باشند برای برگشت کنندگان افغان مشخص سازد. صالح سادات گزارش میدهد. اینجا شرک قالین بافان است، شهرکی که در 20 کیلومتری مزار شریف قرار دارد. در این شرک نزدیک به 100 خانواده افغان که از کشورهای دیگر به افغانستان برگشتن زندگی میکنند. با سرد شدن هوا و ریزش برف و باران، زندگی برای کسانی که در خیمه ها زندگی میکنند سخت‌تر میشود. در کنار این مشکلات، نبود مواد سوختی و غذای لازم زندگی را برای این خانواده ها سخت‌تر ساخته است. آب خوردن درست هم ندارم، کلینیک ندارم، که دیگه یک مرض زیاد است، دکتر نیست، اینمی تو دیگه مشکل زیاد است دیگه برای من دیگه. آب و برق و همه مشکل دارم، خوراکی ندارم، یکی اینجا دیگه سوخت چیز کم است. این بازگشت کنندگان میگویند که با گذشت چندین سال هنوز هم دولت برای آنان کار نکرده است. اما وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان از تلاش ها برای از میان برداشتن این مشکلات سخن می گوید. بودجه که لازم بوده برای پلان 3 ساله که 1.8 میلیارد دلار است، از جمله خوشبختانه ما تانستیم که 45% از 1.862 میلیون دلار میشه به طرف افغانستان را جذب بکنیم تا ما قدرت جذب در افغانستان ایجاد بکنیم. با این همه مشکلات، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان از تلاش ها برای برگشت آن پناهجویان افغان که در کشورهای ایران و پاکستان زندگی می کنند سخن می زند. او می افزاید که افغانستان برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان راهبرد تازه را با کشورهای ایران، پاکستان و کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان تصویب کرده است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. تمرینات نیروهای دریایی ایران امروز در تنگه هرمز آغاز شد. فرمانده نیروهای دریایی ایران میگوید که هدف از راه اندازی این تمرینات تقویت و نشان دادن توانایی های نیروهای ایران به جهانیان و نیز فرستادن پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه است. ایران با راه‌اندازی تمرینات دریایی 6 روزه در تنگه هرمز در تلاش برافراشته کشیدن توانایی های نظامی اش. با گفته فرمانده نیروهای دریایی ایران، در این تمرینات ولایت 91 از تجهیزات پیشرفته نظامی و ویژه کشتی‌های جنگی و هواپیماهای جنگی کار گرفته خواهد شد. حبیب الله سیاری می‌افزاید که ایران از منافع حیاتیش در تمامی بخش‌ها به ویژه در آب‌های آزاد به گونه‌ای جدی دفاع خواهد کرد. در همین حال اسماعیل کوثری معاون کمیسیون امور خارجی و امنیت ملی مجلس ایران هشدار می‌دهد که اگر نیروهای خارجی برای نامن ساختن تنگه هرمز تلاش کنند، این کار با واکنش جدی ایران روبرو خواهد شد و این کشور توانایی مراقبت از تنگه هرمز را دارد. اگر روزی طوری باشه که بیان بخوان به در تنگه هرمز ناامنی ایجاد بکنن، قطعاً بدونن که ایران در مرحله اول ما به اصطلاح برای اونها ناامن خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت نفتی یا کشتی از اونجا عبور بکنه. یعنی
نفتکش‌ها یا کشتی‌های تجاری. اسماعیل کوثری میگوید که افزون بر این تمرینات دریایی در آب‌های جنوبی این کشور، تمرینات نظامی دیگر از سوی سپاه پاسداران در آب‌های بخش‌های غربی این کشور در آینده نزدیک راندازی خواهد شد. این تمرینات در حال راندازی می‌شوند که دامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران با انتقادهای روزافزون جهانی روبرو است و تلاش‌های غرب برای متوقف شدن این فعالیت‌ها ادامه دارند. با این هم حکومت ایران از ادامه مقاومت در برابر فشارهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سخن میگوید. با این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. حمله های هواپیماهای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا نسبت به پاکستان در یمن افزایش یافتند. بر بنیاد یک نظرسنجی در واشنگتن در جریان دو سال گذشته، حمله های هواپیماهای بی سرنشین امریکا بر جنگجویان طالب و القاعده در پاکستان کاهش یافتند، اما در این اواخر جنگجویان القاعده بیشتر در یمن آماج این حمله های هوایی قرار گرفتند. روسیه از مخالفان حکومت سوریه برای پایان یافتن ناآرامی‌ها در آن کشور خواستار گفتگو شده است. معاون وزارت خارجه روسیه می‌گوید که مسکو از رهبر ائتلاف ملی سوریه دعوت کرده است تا برای پایان دادن خشونت‌ها در سوریه با مقام‌های روسیه دیدار کند. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با مقام‌های حکومت سوریه از آنها نیز خواستار گفتگو با مخالفان حکومت شده است. هزاران تن از شهروندان عراق به روز جمعه نیز در اعتراض به حکومت نورالمالکی دست به اعتراضات زدند. این تظاهرات گسترده از یک هفته به این سو در شهرهای گوناگون عراق ادامه دارند. این اعتراضات پس از آن راندازی شدند که مقامهای حکومت عراق 10 تن از نگهبانان وزیر مالیه این کشور را بازداشت کردند. وزیر مالیه عراق تنها وزیر سنی مذهب در کابینه نورالمالکی است که به نظر هواداران وی او زیر فشار قرار دارد. شهروندان سنی مذهب عراق میگویند که نورالمالکی گروه اکثریت سنی مذهب را در این کشور در حاشیه قرار داده است و نمیخواهد که آنان در قدرت به گونه مساوی سهیم باشند. نورمن شوراتسکو فرمانده جنگ ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس درگذشت. نورمن شوراتسکوف که فرماندهی نیروهای ائتلاف را در جنگ خلیج فارس در سالهای 1990 و 1991 بر عهده داشت، به عمر 78 سالگی در فلوریدا درگذشت. نیروهای ائتلاف به فرماندهی شوراتسکوف توانستند ارتش عراق را از کویت اخراج کنند. جورج بوش پدر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا جنرال شوراتسکوف را یکی از بهترین رهبران ارتش دوران خودش دانسته است. بیننده های گرامی، به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با این هم چند خبر اقتصادی. در حال حاضر گذشته از تولید قالین‌های سنتی، قالین‌های معیاری و برابر با تقاضای بازارهای جهان نیز در کشور بافت می‌شوند. مسئولان اتحادیه قالین می‌گویند می‌توانند قالین‌های گوناگون مانند قالین‌های قزاقی، چوب‌رنگ و انواع دیگر قالین را در کشور بافت کنند. آنان می‌افزایند که کارگیری از رنگ‌های طبیعی در شمار زیاد از قالین‌ها در کشور علاقه‌مندان قالین‌های افغانی را در بازارهای جهان بیشتر ساخته است. زبیح الله جهان مل گزارش می‌دهد. در حال حاضر گذشته از بافت قالین‌های فیلپای و چکش، شمار زیادی از شرکت‌های تولید قالین، قالین‌های چوب‌رنگ، قزاقی و انواع قالین‌های اصلی با رنگ‌های مرغوب که در اروپا و آمریکا علاقه‌مندان بسیار دارد، بافت می‌کنند. مسئولان شمار از شرکت‌های تولید قالین می‌گویند طراحی رنگ و کیفیت قالین‌های افغانی نسبت به تولیدات خارجی متفاوت است و آنان تلاش می‌کنند رنگ مرغوب را برای قالین‌هایشان انتخاب کنند. اصل همین قالین بافان، نبود قرضه‌های درازمدت، نبود زمین، عدم حمایت دولت و صادر شدن 90% قالین افغانی از آدرس کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را از مشکلاتشان میگویند. ما همیال تعداد زیادی از مهاجرین داریم که در پاکستان قالین بافی میکنند. حتی پاکستانی ها حاضر هستند که برشان آیدی کارت برشان بدن و از زمین برشان بدن. اما سهولت هست. دولت باید اینجا ایجاد بکنه، شهرک های قالین بافی ایجاد شود. در همین حال شماره از سرمایه گذاران با انتقاد از حکومت میگویند در حالی که به ده ها هزار فرد در بخش قالین کار میکنند، اما در 11 سال گذشته هیچ کاری برای حل مشکلات در این بخش نشده است. قالین افغانی در دنیا سالانه جایزه خود میگیره و بیشتر از تنها در شهر کابل شما، یعنی بیشتر از 40 هزار نفر مصروف بافت در قالین است.
دستندرکاران تولید قالین در حال از پیشرفت ها برای تولید قالین های معیاری در کشور خبر می دهند که گفته می شود به سبب مشکلات زیاد در این بخش در چند سال اخیر تا 80% صادرات قالین افغانی به خارج کاهش یافته است. و با توجه به وجود زمین های قابل کشت در ولایت های هرات و کندوز، کارخانه های تولید شکر در این ولایت ها ساخته شده می تواند. وزارت زراعت و آبیاری می گوید تلاش دارد تا کشاورزان ولایت های کندوز و هرات را برای کشت لبلبو تشویق کند تا زمینه ساخت کارخانه های تولید شکر در این ولایت ها فراهم شود. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیم می کند. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. رقابت‌های قهرمانی تکواندو در کابل پایان یافتند. این رقابت‌ها سوی انجمن تکواندوکاران رحیم علیزاده برگزار شده بودند و یک روز نما داشتند. این رقابت‌ها با حضور 80 مبارز از این باشگاه در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شده بودند. هدف از برگزاری رقابت‌ها افزایش و پیشرفت مهارت‌های فنی تکواندوکاران برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی کابل گفته شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا امروز 12 بازی برگزار شد. در مهم‌ترین دیدارهای برگزار شده، ممفیس گریزلیز در برابر فیلادلفیا شکست خورد. کلیولند کاولرز واشنگتن ویزارز را شکست داد. میامی هیت شارلوت بابکتس را پیشروی برداشت. نیو اورلند هورنتس در برابر اورلاندو ماجیکس شکست خورد. آتلانتا هاوکس، میلواکی باکس، هیوستن راکتورس و سان آنتونیو اسپرس در برابر دیترویت پیستونز، بروکلین نیتس، میناسوتا و تورنتو راپترز با پیروزی دست یافتند. روزنامه‌های ورزشی اسپانیا می‌نویسند که سرانجام رونالدو تصمیم گرفته است تا پایان قراردادش که 2 سال از آن باقی است با تیم فوتبال رئال مادرید باشد. رونالدو که در سال 2008 مرد سال فوتبال جهان شده و یکی از 3 نامزد نهایی مرد سال فوتبال جهان در سال 2012 است، در این حال قصد تمدید قراردادش را ندارد. رونالدو در مدت 4 فصل حضور در لالیگا 169 گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده است. فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال جهان فهرست نهایی گلزنان جهان را در این سال منتشر کرد که بر اساس لیونل مسی مهاجم آرژانتینی بارسلونا با 50 گل زده بهترین گلزن جهان شد و کریستیانو رونالدو پرتغالی از رئال مادرید با 46 گل زده در جایگاه دوم ایستاده است. در مکان سوم این فهرست هم آرتوروس ریموکوچوفس از لیتوانیا قرار دارد که 35 گل زده است. سویدن به منظور تقدیر از زلاتان ابراهیمویچ فخر ستاره تیم ملی فوتبالش، نام این بازیکن را به عنوان یک کلمه تازه به دستور زبان این کشور اضافه کرد. در عجیب‌ترین شیوه های تقدیر از قهرمانان ملی کشورها، قانون زبان سویدن موافقت کرد کلمه زلاتان با نقش فعل به معنای کار خارق العاده انجام دادن که پیش از این میان مردم به صورت غیر رسمی رواج داشت را به رسمیت شناخته و به دستور زبان این کشور اضافه کرد. دیوید بکم اعلام کرد چند باشگاه در سراسر جهان پیشنهادهای دارد و قصد ندارد با عجله در مورد آینده کاریش تصمیم گیرد. دیوید بکم با اتمام قراردادش با تیم لس آنجلس گلکسی از این تیم جدا شد و گفته می شود تیم های کوینز پارک رنجرز انگلستان، موناکوی فرانسه و تیم های از چین و استرالیا با وی پیشنهادهای دادند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 4. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 11. و هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 3. با توجه به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.